سلام به همه، خوب هستین؟ بگین صدا خوبه تو لایف چت یا نه؟ من یه چک بکنم همه سیستم همه چی درسته؟ عالی. تو لایف چت به من یه کسی یه چیزی بگه. آرمینم کاواس اینجا هست، میگه سلام بر آرمین و همکارانش، میشه لطفاً پرونده سام رجبی رو ببندی؟ آرمین شما کارهای مهمتر هم داری، تو موضوع خاص کار آنها قانونی بود، تمام شد رفت، هرچند با دستگاه اخلاقی شما نمیساخت، لطفاً کشش نده. خب من نمیخواستم کشش بدم، ولی الان باید کشش بدم. برای تو کشش دادی. من الان باید کشش بدم. برای چقدر حساسیت دارین شما؟ اتفاقا به همین دلیله که من تو برنامه هم نبود که کشش بدم، ولی این حساسیت های شما به نظر من معنیش اینه که من باید اتفاقا کشش بدم. برای که شما خیلی بهتون برخورده. اولا که شما میگم شما کارهای مهمتر داریم، من بر چه حساس دارین میگین؟ ما من به نظرم خود نقدی، نقد از دوستان، نقد از حرکت خودمون خیلی یکی از مهمترین کارامونه، برای همین نه اینم یعنی کار مهمتر نه. از شما معیارتون چیه؟ شما بدونین که ببین خیلی موقع ها وقتی کسی که میاد نقد میکنن میگن این چیزا مهم نیست، اصلا نمیان بگن بر چه اساس مهم نیست، معیارشون رو نمیگن، دلیلشون رو میگن، مهم نیست. یعنی ارزش، بعضی میگن این ارزش وقت شما رو نداره. اولا ارزش وقت من چقدر هست؟ شما از کجا ارزش وقت منو میدونین؟ بعدم ارزش رو چجوری دارین تعیین میکنین؟ چجوری دارین ارزش رو اندازه‌گیری میکنین؟ همینجوری فقط میگین و میرید، میگین ارزش نداره، وقت ما کار مهمتر میکنه. همینجوری فقط ببینین، یه چیزی که توی فرهنگ ما خیلی مشکلش هست اینه که مردم فکر میکنن نظر دادن خیلی ارزش داره. یعنی ما فکر میکنیم میایم یه چیزی میگیم نظر منه، بعد دیگه منتظریم که یه کسی جواب بده. نظر مهم نیست، دلیل نظر مهمه. خب یعنی نظری که درست باشه ولی کسی اصلا دلیلش براش مهم نباشه، ارزشش از نظری که غلطه ولی دلیل نظرش برات مهمه، این ارزشش کمتره. یعنی من میگم ببینیم دو تا چیزو بررسی کنیم. یه کسی میگه یه نظر میده، هیچ دلیلی براش نداره، حتی اگه این نظر درست هم باشه، این نظر دادنه ارزشی نداره، تا اینکه یک نفر بیا یه نظر غلط بده ولی بیاد دلیلاشو به ما بگه و ما بیایم دلیلاشو چک بکنیم، با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم ارزیابی کنیم، ببینیم دلیلاش خوبه یا نه. یعنی یه نفر بیاد نظر غلطشو به ما بده و با دلیل اشتباه، این ارزش وقت ما رو بیشتر داره. ما توی فرهنگمون خیلی فکر می‌کنیم هر کسی میاد میگه که این ارزشش اینه، این وقت شما رو، یعنی این مهمه، این مهم نیست. آرمین من با شما مخالفم، آرمین من با شما موافقم. خب چرا؟ خب هستی که هستی، چی کارش کنم؟ بگو چرا که حداقل بتونیم بحث کنیم با هم. و به نظر من اتفاقا چیزایی که گروه های ما حساسیت بیشتر داره بهش، اتفاقا به نظر من از این مهمتره که ما دربارش بیشتر صحبت بکنیم. خب حالا من میگم خودم حواسم باشه کار اشتباه خودم نکنم. دلیلش چیه؟ چرا ما ببینین وقتی که مثلا من بیام اسلام ستیز باشم، خب شما هم اسلام ستیز بشید، من بیام شما بگم اسلام چقدر مزخرفه ها، نه؟ تو میگی آره خیلی مزخرفه، و من به تو هم دلیل بدم، میگه آره مزخرفه دیگه، اسلام مزخرفه. چقدر تبریک بگیم به همدیگه که چقدر ما روشن فکریم. نگاه کن این همه آدم فکر میکنه اسلام چیز خوبیه، ما خیلی بهترین موافق میدونیم که اسلام چقدر مزخرفه. چقدر همه مردم احمقن ها، این همه آدم اینجوری به همدیگه همینجوری تبریک بگیم. خب این ما وقت میذاریم، من میگم اسلام چقدر بده، تو میگی اسلام چقدر بده، میریم بگی هیچ کسی هیچ رشد فکری نکرد. خب حالا من بیام بگم که مثلا فرض کنیم که من ضد اسلامم، شما هم ضد اسلامیم، من میگم باید با نفوذ اسلام باید اینجوری مبارزه کرد، تو بیا بگی نه این چه کاریه، باید این کارو کنیم. و من میگم خب من دلیلم برای اینکه این کار میکنه اینه، تو بگی که نه من دلیلت اشتباه است، به این دلیل، دلیلی که من کار میکنه به این دلیل. الان با هم
اختلاف نظر داریم، با هم صحبت میکنیم، من از تو یه چیزت میگیرم، تو از من یه چیزت میگیری، حتی اگرم یاد نگرفتم چیزی ازت، تو دفاع کردن از موضوع خودم یه مقدار موضوع خودم برای خودم ممکنه شفافتر بشه. خب برای همین اگه این اختلاف نظر رو اگه داریم، اگه اینا رو اینا تمرکز بکنیم، حتی اگه اشتباه هم باشه، رو رشد فکری ما تاثیر بیشتری داره. خب برای همین میگه آرمین اینو کش نده، به خاطر همین حساسیت شما که کش نده، من با اینو با که این چیزا رو بیشتر کش میدم. یکی این. ببینم سوال بعدی، کسی سوال نداره؟ آها من چرا دارم، من چرا لینک نذاشتم شما بیاین بالا؟ لینک گذاشتم، هر کی میخواد بیاد بالا. سلام همه. دیگه کی هست؟ دیگه کی اونم؟ آه من یه چیز دیگه هم آریا میگه آرمین نیم ساعت دیگه امتحان دارم، باش میام، نگران نشو. باش نگران نگران نیستم. من تا حالا نگران بودم، تا حالا منتظر بودم یه آریا نیاد من چیکار کنم. خب من یه چیز دیگه میخواستم بگم. یه چیزی که قبل از این کسی بیاد بالا من مشخص بکنم اینه که خیلی همش از من سوال میکنن که مثلا انگار من حرفم یه چیزی تناقض داره. شاید خوب توضیح ندادم. خب نمیخوام بندازم مسئولیتش. من ببینیم میتونم مسئولیتش بندازم گردن شما، بگم که شما خوب گوش نکردین. ولی الانم سعی میکنم تمرین کنم بگم خب شاید من خوب توضیح ندادم. خب من یه بار اینو توضیح دیگه میدم برای کسایی که برای کسایی که متوجه نیستن که چرا من بعضی جاها انگار اصلا ترمز ندارم، به طور خیلی هیجانی، به طور خیلی مثلا بعضی ها فکر میکنن بیادب، به طوری که خیلی احساس مثلا مسلمان ها یا دیندار ها رو میتونه ناراحت بکنه، در باره دین و در باره مقدسات یه جورایی حرف میزنم که انگار اصلا یه فیلتر هم ندارم. خب مثلا کارهایی که با قرآن میکنم، حرفایی که در باره دین مسیحیت و دین یهودیت و دین هندوها و اینا میزنم و کارهایی که میکنم، یعنی تقدس و دعایی که مثلا ما میکنیم تو گروه هامون، تو بخش انگلیسیمون و فارسیمون، حتی آتیش زدن قرآن، توف کردن رو قرآن، اهانت به مقدسات این هندوها و خیلی کارهای دیگه که من میکنم، به نظر خیلی میگن که خب من مثلا دارم میگم، مثلا بعضی میگن اینا خب مسلمان ها ناراحت میشن اینجوری تو صحبت میکنی، من میگم خب میشن که بشه. خب بعد اینو، این حرف من رو نگاه میکنم میذارن کنار اینه که مثلا من میگم ما با یه مسلمان صحبت میکنیم باید دوستانه صحبت میکنیم. خب یا اینکه عقایدمون رو یا باورامون رو تحمیل نباید بکنیم به کسی دیگه. خب میگن که تو اونجا میگی که ما هیچ جلوی حرفمون رو هر چی هست باید بگیم، هر کیم خوشش نیاد خب نیاد، و هر چی هم بگن نگو، اتفاقا همون حرفایی رو باید بزنیم که میگن نگو. بعد اینجا میاد میگی که با یه مسلمان داری صحبت میکنی باید دوستانه صحبت کنی، سعی کنی که مثلا احترام بذاری به اون شخص و عقایدمون هم هیچ وقت به طور تحمیلی نباید به کسی، یعنی فشار بیاریم عقایدمون رو. این دوتا با حرف دارمین با هم خیلی تناقض داره، چجوری میشه جفت اینا درست باشه؟ خب من اینو توضیح بدم برای کسایی که اینا، هزار بار من توضیح دادم ولی یه بار دیگه توضیح میدم که چرا این تناقض به نظر من نداره. شما اگه تناقضش رو میبینیم بیان بگیم. خب این دوتا موضوع هست، یکی که هدف، این دوتا چیزی که من میگم، یکی هدفش فرق میکنه خب، و یکی دیگه هم قابلیت بیننده در دیدن یا شنیدن یا خوندن حرفای ما تو این دوتا موضوع فرق میکنه. من نمیدونم خوب دارم میگم یا نه. خب بذار یه ذره درست بگم. یعنی اولا که هدف ما وقتی که مثلا میایم تقدس رو دعای میکنیم یا کسی میگه قرآن پاره نکن، قرآن آتیش نزن، ما میگیم اتفاقا میریم آتیش میزنیم، خب اون کارها، یعنی که مثلا میایم خدایان هندوها رو مثلا کاریکاتور رو نقاشی رو نمیکشیم، یکی از هدف اون استراتژی اینه
که ببخش من لایف چت حواسم پرت میشه. یک هدف اون استراتژی اینه که وقتی یک کسی میاد دور بر ما خط قرمز میکشه، میگه ببین تو هر چی میخوای بگو ولی اینو نگو. خب یه خط قرمز ما اینجا میکشیم، یه خط قرمز اونجا میکشیم، یه خط قرمز هم اینجا میکشیم. از این خط قرمز رد نشو، توی اینجا توی این چارچوب بمون، این حرف رو بزن ولی از اینا رو نگو. خب این استراتژی ما اینه که این خط قرمز رو بیام نگاه کنیم، میگه من از این خط قرمز، این خط قرمز رو روش رد نشم، اینو من میششم روی این خط قرمز. خب همه این خط قرمزایی که دارن دور و برمون میکشن ما میخوام بششیم روشون. هدفمون اینه که هدفمون تغییر نظر مسلمون یا تغییر نظر هندو یا تغییر نظر یک شخص یهودی یا یک شخص مسیحی نیست. هدفمون اینه در اون موضوع، در اون موقع، در اینه که بگیم این خط قرمزای تو برای خودت کشیدی، برای من، به من چه ربطی داره. خب یعنی داریم میجنگیم با خط قرمزا. خب این خط قرمزا رو ما اگه امروز روشون نشاشیم، فردا این خط قرمزا میشن دیوار. خب ما تا قبل از اینکه این خط قرمزا بشه، اونایی که دیوار شدن رو باید سعی کنیم بشکنیم، اونایی که دیوار نشدن رو باید مراقب باشیم هیچ وقت دیوار نشه. خب هدف اون موقع تغییر نظر نیست. خب وقتی تغییر نظر یک مسلمان یا یک مسیحی یا یک هر چیزی، هر فکر دیگه‌ای باشه، اون موقع ما عصبانی مثلا بیایم صحبت بکنیم به این نفر، خشن اهانت بکنیم، اون موقع این تاثیرش خیلی کمه. اون موقع باید با یه نفر دوست نشون بدی که میتونی دوست بشیم. همینجا من میبینم که منتظری بعد از اینکه این حرفام تموم شد میارمت بالا. اون موقع ببین ما باید به مسلمان‌ها یا مسیحی‌ها و دیندارا به طور کل، من از این میگم دیندارا، باید بگیم ببینید من وقتی که داری با من صحبت میکنی، من برای شما احترام قائلم، با شما دوستانه رفتار میکنم، برای اینکه الان جلوی منی، خب، و من نمیخوام اذیتت کنم. ولی بعد میگه خب چرا تو در باره پیغمبر من اینجوری صحبت کردی؟ برای اینکه قوانین اسلام برای توی مسلمونه، برای من غیر مسلمون که نیست. من میگم اون کارا رو دارم موقعی میکنم وقتی یه نفر، وقتی که دارن قوانین اسلامو به یه غیر مسلمون دارن تحمیل میکنن، من دارم اون موقع میگم که کار فعالیتی که من دارم میکنم اینه که بگم که این قوانین ما ربطی نداره. هر کسی بخواد بیاین قوانین رو با ما تحمیل کنه، ما اتفاقا هزار برابر اون کاری رو که میگین نباید بکنین رو انجام میدیم که شما بفهمین که این تحمیلات رو اتفاقا کاربردی نداره، اتفاقا برعکس اون چیزی که میخواین میشه. یعنی شما اگه بگیم محمد نکشین، ما هزار بار میکشیم که شما بفهمین وقتی شما میخواین عقایدتون رو به ما تحمیل بکنید، اون چیزی که میخواین نمیشه، برعکسش میشه. خب ولی الان که اینجا هستی، خب من جلوی تو خودت به محمدت فحش نمیدم، چون نمیخوام اذیتت کنم که، خب خودت نمیخوام اذیت کنم. ولی وقتی اینجا نیستی، ببین من وقتی دارم به محمد مثلا یه چیزی میکشم یا رو قرآن دارم میشاشم یا همچی کاری میکنم یا آتیشش بزنم یا هر چیزی، به تو که تحمیل که نشده، که تو میتونی نبینی، تو میتونی نیای. خب ببین پس دو تا چیزه، یکی که هدفش فرق میکنه. خب هدف اون کارا برای آزادی بیانه، هدف صحبت کردن با یک مسلمان یا مسیحی یا یهودی اینه که مثلا سعی کنیم حداقل یک ذره شک توی عقاید همدیگه بذاریم، یه مقدار مثلا بتونیم حتی اختلاف نظر دوستانه داشته باشیم، نشون بدیم که میتونیم اختلاف نظر دوستانه داشته باشیم، که میتونیم با هم زندگی کنیم و این چیزا. پس هدف فرق میکنه. و یه چیزی هم که فرق میکنه اینه که یکیش تحمیلیه، یکیش تحمیلی نیست. خب من وقتی مثلا یه کتابی مینویسم که مسلمان‌ها دوست ندارن، یه پادکستی درست میکنم که مسلمان‌ها دوست ندارن، یه ویدیوی یوتیوبی درست میکنم که مسلمان‌ها دوست ندارن، خب یه فیسبوک پیجی درست میکنم که مسلمان رو دوست ندارن، یعنی مسلمان رو میتونن چه کنن؟ میتونن این کتاب رو نخونن، میتونن ویدیو رو نگاه نکنن، میتونن پادکست رو گوش نکنن. خب مسئولیت این که اذیت نشن با اوناست. ببین ما چیزی که داریم میخوایم بگیم اینه که وقتی ما یه چیزی درست میکنیم که شما دوست ندارین، شما نمیتونین بیان بگین خب پس درست نکن. خب دوست نداری نگاه نکن. خب مسئولیتش با توه، مسئولیتش با من نیست. خب برای همین تو وقتی میخوای فکر میکنی مسئولیتش با منه، من ده برابر باید این کار انجام بدم که تو بفهمی مسئولیتش با توه، تو اصلا میتونی اونو بلاک کنی. خب
پس اون رفتاری که من دارم که به شدت ضد اسلامی، ضد اسلام ستیزیه، خب چون تحمیلی نیست من ترمز ندارم، فیلترم ندارم، چون هر کسی دوست نداره میتونه نیاد. خب ولی وقتی دارم با یه مسلمان صحبت میکنم، خب جلومه، من اگه یه چیزی بگم اذیت بشه این چیزی بود که نمیخواست، خب چیزی بود که نمیخواست، یک کاری کردم که دوست نداشت، دارم اذیت، دارم سادیستیه. خب و وقتی که من مثلا جلو خود من میتونم، یعنی وقتی جلو خودش دارم مثلا به محمدش فوش میدم، این کاربرد آزاد فعالیت برای آزادی بیان نداره، این کاربردش فقط اینه که من دوست دارم ببینم یه مسلمان نذره اذیت آزار بشه، جلوم خوشحال بشم. دوست نداری هم انگار با سوزن بزنی یه نفر چون دوست داری که اذیت آزار بدی. خب این کاربرد فعالیت برای آزادی بیان نداره، این فقط کاربرد ارضای امیال سادیستیکه. خیلی من این حرف رو زدم، فرقش رو امیدوارم فهمیده باشین، یکیش هدف ها فرق داره، یکیش تغییر نظره، یکیش برای فعالیت برای آزادی بیانه، یکیش هم تحمیلی نیست، اون یکی تحمیلیه.